بعد از آشنایی نسبی با محیط اسکرچ، باید شروع کنیم با دستورات اسکرچ کار رو آغاز کنیم. برای این جلسه ما یک آکواریوم رو می‌خوایم طراحی بکنیم در حالت خیلی ساده. من این شکلک رو حذف می‌کنم. نکته ای که همینجا لازمه بهتون بگم اینه که وقتی شما هیچ شکلک اینجا نداشته باشید، دستورات گروه حرکت خالی میشه، چون شکلکی نداریم که حرکت بهش بدیم. اول یه پس‌زمینه مناسب انتخاب میکنم، زیر آب رو انتخاب میکنم و این پس‌زمینه رو انتخاب میکنم. یه شکلک ماهی از قسمت حیوانات انتخاب میکنم این شکلک رو من انتخاب میکنم و وارد صحنه میشه. شکلکم رو در این کنار قرار میدم و شروع میکنم دستورات لازم برای حرکت ماهی رو نوشتن. میخوام وقتی که روی این پرچم سبز کلیک کردم، ماهی حرکت کنه به این سمت. از بخش رویداد اولین دستور رو که وقتی پرچم سبز کلیک شد میارم توی صحنه‌ام و بعد از قسمت حرکت اولین دستور که میگه 10 گام حرکت کن رو بهش میچسبونم. دقت کنید که دستورات اسکرچ مثل پازل به هم میچسبن. اگر من وقتی روی این کلیک کردم یا اینجا کلیک کردم، میبینید که ماهی من به اندازه 10 گام حرکت میکنه. من میتونم این 10 گام رو کمتر یا بیشتر بکنم، اما برای اینکه ماهی از این طرف به این طرف یک دفعه حرکت بکنه، راه بهتری هست. از بخش کنترل من دستوری دارم به اسم برای همیشه. این دستور رو میارم و حرکت کن رو درون این قرار میدم. در واقع دارم یک حلقه ایجاد میکنم که این دستوری که وسطش قرار گرفته رو هی تکرار بکنه. الان وقتی شما روی این پرچم کلیک بکنید یا این روی این مجموعه دستورات کلیک بکنید، شکلک شما، ماهی شما از این سمت به این سمت حرکت میکنه به این صورت. ماهی میره و این انتها توقف میکنه. برای اینکه بگم ماهی برگرده وقتی خورد به لبه کارم، باز دستور دیگه ای دارم. در بخش حرکت میام پایین و دستوری دارم به اسم اگر به لبه رسیدی برگرد. این رو زیر این حرکت کن قرار میدم. میبینید که ماهی میره و برمیگرده. اما با این استوب میکنم. اما ایراد کار رو ببینید، ماهی برعکس برمیگرده. برای اینکه این مشکل هم برطرف بشه، کافیه شما حالت گردش رو از همون مجموعه دستورات حرکت، حالت گردش رو به این اضافه بکنید. حالت گردش نیازی نیست در این حلقه قرار بگیره. میارم همون اول کار قرار میدم که این شکلک من همیشه به حالت چپ و راست باشه و برعکس نشه. حالا وقتی روی این مجموعه دستورات کلیک میکنم، ماهی من رفت و برگشت رو انجام میده و به لبه رسید برمیگرده، حالتش هم تغییر نمیکنه. میتونم با استفاده از این جهتش رو هم یک کوچولو تغییر بدم. جهتش رو یک کمی متمایل میکنم به بالا یا به این سمت و بعد تفاوتش رو با هم ببینید. وقتی اینجا کلیک کردم، ببینید ماهی به این صورت وقتی به لبه ها خورد با یک زاویه‌ای برمیگرده.